راګرځو. هغه افغان مرد چې له بامیانو ولایت څخه پلازمینې کابل ته راغلی تر څو د ملګرو ملتونو په یوې غونډې کې برخه واخلي، اما د کوچني ماشوم حضور له دې سره نه دی منل شوی او دې ته اجازه نه ده ورکړل شوې په غونډه کې. زموږ همکار ادریس قادری همدا شیبه له اغلې زهرا گلثوم سره خبرې اترې لري، دا په ګډه سره ګورو. بیا هم ستاسې ملتیا غواړم. قادری صاحب مهرباني. تشکر همکار عزیز، سلام خدمت شما و خدمت بیننده. قسمی که شما هم در جریان هستین، هفته قبل خانم گلثوم زهرا یک تن از فعالان مدنی در بامیان بودن، اونا به کابل از طرف سازمان ملل یا یو این دعوت شده بودند جهت اشتراک در یکی از برنامه‌ای که از طرف سازمان ملل برگزار شده بود، ولی اینا ادعا دارند زمانی که به کابل آمدند بر از اینا اجازه حضور در جلسه دادن نشد، به دلیل از اینکه چون کودکشان همراهشان بود و یا هم دلیل دیگه که گفتم میشه این است که ناوقت رسیدن. بیشتر از خود خانم زهرا میشنویم. بفرمایید خانم زهرا. خب همانطور که همه در جریان قرار دارین، هفته قبل چهارشنبه شب در دفتر یو این وومن به مناسبت ختم کمپین 16 روزه محفل خشونت علیه زنان در کابل برنامه تدارک دیده بودند که از ما به عنوان شاعر از ولایت بامیان دعوت کرده بودند. خب من روز چهارشنبه زمانی که به کابل رسیدم خواستم به برنامه شرکت بکنم، اینا به خاطر طفلی که همراهم بود اجازه شرکت در برنامه را ندادند. هرچند که سازمان ملل یا یو این اونا در صفحه رسمی تویترشان گفته بودند، دو مورد ذکر کرده بودند که یکی امروز شما کودک بود، دو مورد دیگر هم شما ناوقت رسیده بودین، آیا شما این موضوعات را میپذیرین و یا این گپا را شما رد میکنین؟ خب دفتر یون وومن در صفحه رسمیشون نوشته که چند دلیل آورده، یکی گفتن که من ناوقت به محل برگزاری برنامه رسیدم، در صورتی است که من دو ساعت قبل از برگزاری برنامه رسیده بودم و اونا برای من گفتن که شما طفل خود پیش گاردابونین و خودتان به برنامه شرکت بکنین، که ایره من توهین به جایگاه مادریم دانستم و توهین به طفلم، محل برگزاری برنامه را ترک کردم. و سوی دیگه اونا گفتن که من بابت اعتراضی که کردم در فیسبوک از دفتر یون وومن معذرت خواستم که در واقع ایام واقعیت نداره. و دلیل دیگه ای ده که ذکر کردن که عدم هماهنگی قبلی بوده، ولی خب هماهنگ کننده برنامه در جریان قرار داشتن که من همراه با طفل خود برنامه شرکت میکنم. فعلا خواست شما چی است؟ به دلیل از اینکه چون شما حضور نیافتین در برنامه و خواستان از خود سازمان ملل چی است در پیوند به این موضوع؟ خب من به عنوان کسی که حداقل خواستم تا چند سال در راستای احقاق حقوق زنان و محو خشونت علیه زنان فعالیت بکنم، و از اون جایی که این برنامه هم به مناسبت محو خشونت علیه زنان تدارک دیده شده بود و هم از سوی دفتری که نفس وجودش برای حمایت از زنان هست، فقط به همین دلیل خواستم صدا بلند کنم. و حالا توقعی می است که دفتر یون وومن یا دفاتر سازمان ملل حداقل در کابل این موضوع جدی بگیرن و مورد پیگرد قرار بدن کسایی که در این قسمت مقصر بودن. خب شما ببینین خشونت علیه زنان تنها به این است که حالا قطع عضو میشه یا بینیشان بریده میشه یا به آتش کشیده میشه، در واقعی برخوردی را که دفتر یون وومن به ما داشته به خاطر طفل می در نفس خود یک خشونت هست، و توقعی می است که دفتر یون وومن ای را جدی بگیرن، حداقل به عنوان یک اعتراض و به عنوان یک خشونت. و از سوی دیگر به خاطر همین مشکلات خیلی از مادران افغانستان مجبور به خانه نشینی شدن و خیلی از حقوق اجتماعیشان خواسته ناخواسته سلب شده. شما ببینید 99% مادران افغانستان توانایی را ندارن که به بچه های خود پرستار یا دایه بگیرن و یا ای که اصلا شرکت نکنن و در خانه بشینن به جرم ای که طفل دارن. حداقل دفاتر که خود دولت افغانستان و دفاتر همکارشان نهادهای ملی و بین المللی روی این موضوع به عنوان یک چالش تمام مادران افغانستان فوکس بکنه و در این قسمت حداقل پالیسی یا راه حل را اینا برای حل مشکل مادران افغانستان بسنجن. آیا شما خودتان نخواستین که طفلتان مسئولین که از سوی اداره سازمان ملل بود در برنامه حضور داشتن بر از اونا به خاطر نگهداری بگذارین؟
قطعا ما زمانی که اونا پیشنهاد کردن که ما طفل خود به گاردای دم دروازه بانم، خب توهین به جایگاه مادری است و توهین به طفل است و در اون شرایط ممکن نبود که ما طفل خود پیش گاردا بمانم و اینا باید اگر حل دیگه ای میسنجیدن. درست، تشکر. همکار عزیز، قسمه که شما هم شنیدین از خانم گلثوم زهرا، اینا امو موارد را که یادآور شدن، گفتن که اینا جز موضوعات بود که اینا نتونستن در جلسه شرکت بکنن و همچنان از سازمان ملل اینا به گونه ناخشنود به نظر میرسن، چون اینا میگن ما با عنوان کسایی که چندین ده ما در ولایت بامیان به خاطر احقاق حقوق زنان کار کردند و یک تن از فعالین اونجا هستند و رسما دعوت شده بودند، ولی به دلایلی که خودشان ذکر کردند اجازه حضور به جلسه نیافتند. به همین دلیل اینا تا جای ناخشنود میرسن از نمایندگی سازمان ملل در کابل. دیر اسیت مننه کامه خاقل قادری دتا سخه.